قطعاتی از آری این چنین بود برادر آقای دکتر علی شریعتی برای شما میخوانم. یه جزوه خیلی کوچکی است، ببینیم که مغالطاتش در کجاست. از مرحوم علی شریعتی، ایشون همونطور که مطلع هستید عرض کنم که روزگاری در ایران در حسینیه ارشاد سخن میگفتن، یک مدتی هم در دانشگاه مشهد اونجا تدریس میکردن و در واقع این مرده هزار و چند صد ساله اسلام عزیز رو ایشون در حوزه دانشگاه ها زنده کردن. یعنی دیده شد که رفته رفته دختر خانم ها چادر ها به سر کردن و در واقع شریعتی پدیده ای مثبت به میان نینداخت، از موضع کینه و از موضع نفرت و اون چه غیر اسلامی است حرکت میکرد و در واقع آرزومند یک دیکتاتوری بود که امام رهبرش باشه. بارها گفتم، قطعات خودشون هم پخش کردیم و اتفاقا اینطور هم شد. امروز بزرگترین خیابان تهران به نام ایشان هست. در اینجا میخواد همه مدنیت بشر رو نفی کنه به بهانه بردهداری. اون چه به دست انسان ساخته شده از این آثار عظیم، از هندوستان بگیرید تا چین و اروپا و مصر و اینها، همه اینها رو یادگار یعنی بهره کشی از بردگان میگیرن. دیگه نمیداند و نفع متوجه نشده است که آها، با برده نمیتواند که 53 متر سنگ گرانیت رو مجسم به اون زیبایی بده. اینها رو عشق ساخته آقا، اینها رو عشق ساخته با عقیده و علاقه و اون چه در واقع جرس کنم انسان رو میتواند بزرگترین انگیزه باشد. نمیشه باید با برده ها رو آورد که آقا چهار تا برده بیاریم برای ما این کار انجام بدن. اینا چه اهرام مصر، چه اون خنگبوت و سرخبوت در افغانستان و آثار عظیم هندوستان، اینها رو مردم با عشق ساختن، با اعتقاد ساختن. این نیست که اینها رو برده ساختن. حالا ببین نسل ایشون چگونه است. خیلی هم روون و عرض کنم که خوب می نوشت. می گوید وقتی در یونان رفتم و بناهای عظیم از آن همه زیبایی و شگفتی کار سرشار هیجان شدم. در اروپا، در روم، موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم در خاور دور، چین، کامبوج، ویتنام، کوههای عظیمی هست که انسان با دست، انگشت، چشم و اعصابش اون کوهستان را تراشیده تا به صورت معبدی درآورده است. برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمی مذهبشان، اینها در نظر من بزرگترین میراث عزیز بشریت بود. تا اینکه در تابستان سال امسال در سفر به آفریقا که بیشترین شوقم دیدن اهرام سگانه مصر بود، اون همه پندارها ناگهانی در درونم فرو ریخت، هم از راه به زیارت آثار شگفت در اهرام، یکی از عجایب هفتگانه جهان شتافتم و خوشحال که چنان موفقیتی به دست آوردم. در پی راهنما و گوش سپرده به توضیحاتش در شکل ساختمان اهرام و تاریخش و شگفتیها و زیباییها و اسرارش. بردگان 800 میلیون تخت سنگ بزرگ را از اسوان، همون جایی که سد معروف اسوان را ساختن، به قاهره آوردن و 9 هرم ساختن که 6 تا کوچک است و 3 تا دیگر بزرگ که شهره جهان هست. 800 میلیون سنگ را از فاصله 980 کیلومتری به قاهره آوردن و روی هم چیدن و بنایی ساختن تا جسد مومیایی شده فرعون و ملکه را در زیر آن دفن کنند. و خود دفن مدفن اصلی که محلی است بزرگ، فقط از 5 قطعه سنگ یک پارچه رخام
ساخته شده است که 4 قطعه سنگ بزرگ به عنوان دیوار بزرگ به عنوان دیوار و 1 قطعه دیگر به عنوان سقف اتاق برای تصور قطر و وزن سنگی که سقف را تشکیل می‌دهد کافی است که بدانیم جنسش از رخام است. رخام یعنی مرمر. و چندین میلیون قطعه سنگ بزرگ را تا نوک اهرام روی همین سقف چیدند و این سقف 5000 سال است که این وزن را تحمل می کند. از آن همه کار از شاهکارهای چنان عظیم دچار شگفتی بودم که در گوشه‌ای به فاصله 300-400 متری خط سنگهای را دیدم که متفرق بر هم انباشته شدند. از راهنمایم پرسیدم آنها چیست؟ گفت چیزی نیست، مشتی سنگ است. گفتم اینها نیز سنگ های انباشته بر هم است و چیزی نیست. میخواهم بدانم که اونها چه هستند. گفت اونها دخمه های هستند که چندین کیلومتر در دل زمین حفر شدند. پرسیدم چرا؟ گفت 30,000 برده 30 سال سنگ های چنان عظیم را از فاصله های فلان به دوش کشیدند. گروه ها گروه در زیر این بار سنگین جان می سپردند و هر روز خبر مرگ صدها نفر را به فرعون می دادند. در همچین چیزی در هیچ تاریخی نیست. این تصور این که این ساختمان ها رو برده ها ساختن امروز دیگه یک سره باطله، به طور کل باطله. دستندرکاران این داستان ها بزرگترین هندسه دانان و بزرگترین مهندسان اون روزگار بودن. من میخوام خدمتتون عرض کنم که میگوین علوم از یونان است، تا حدودی درست است، اما هندسه قطعا از مصر است، یا اینکه بگوییم بیشترین پیشرفت رو در مصر ساخته شده. یعنی این ساختمان عظیم این اهرام با دقتی ساخته شده است که امروز هم باعث حیرت هست، باعث حیرت. میگوید برده ها. خیلی خوب. و داستان برده برده هم در باب تخت جمشید هم بود، تا اینکه آقای پروفسور هرتسفل دانشمند بزرگ آلمانی که آمد ایران و زبان پهلوی هم به ایرانی ها یاد داد و من از او ذکر خیر کردم بسیار، آمد بایگانی تخت جمشید رو در آورد. بیشتر از 30,000 قطعاتی بودن که می گفتن اینا خشتی بوده و بر اثر آتش اینا پخته شده و جاودان شده. این بایگانی کانسترکشن این ساختمان بوده. اونجا نام آدم ها، میزان حقوقشون من ندیدم ولی شنیدم، و هنرشون چه بوده اونجا بوده که اینا پرداخت می شدن برای کاری که می کردن. برده نمیده تخت جمشید بسازه. قطعا داستان ساختن اهرام مصر هم چنین بوده. خب حالا می گوید که اما نظام بردگی به قول شوارد باعث شد تا هیچ وقت حتی اهرام و چرخ ایجاد نشود، چون وجود بردگان ارزان بی نیازشان می بخشید. بی اندکی ترحم اجساد لهیده بردگان را به گودال ها می ریخت و بردگان دیگر به سنگکشی می گماش. گفتم می خواهم به دیدن اون هزارون برده لهیده خاک شده بروم. گفت اونجا دیدنی نیست، سنگ هایی به هم ریخته است و دخمه هایی گور هزاران برده که به دستور فرعون در نزدیکی گوره او در خاکشان چیدن تا همچنان که در زندگیشان نگهبانش بودن و جسمشان را به خدمت گذاشتن در مرگ نگهبانیش کنند و روحشان را هم به کار خدمت بگمارند. گفتم دیگر رهایم کن که به همراه تو نیازی نیست. من خودم میروم. و رفتم در کنار زخمه ها نشستم و دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و خفتگان این زخمه ها. هر دو از یک نژادیم. راست است که من از سرزمینی آمدم و اونها از سرزمین هایی. من از نژادیم و اونها از نژادی. اما اینها تقسیم بندی های پلیدی است تا انسان ها را قطع قطع کنند و خویشاوندان را بیگانه بنمایند و بیگانگان را خویشاوند. اما من بیرون از این تقسیم بندی ها از این سلسله و نژادم و خویشاوند و همدردشان. و چون دیگر بار به اهرام عظیم نگریستم دیدم که چقدر با اون عظمت و شکوه و جلال بیگانم، یا نه چقدر به اون عظمت و هنر تمدن کینه دارم که همه آثار عظیمی که در طول تاریخ تمدن ها را ساختن بر استخوان های اسلاف من ساخته شده است. آقا اون چه
اون چه کاخ در اروپا ساخته شد، اینا معماران طراز اول، آقا پرداخت می شدن، حقوق می گرفتن، کار می کردن، آدم های مثل میکلانج و نمی دونم داوینچی و تیتیان و بقیه اینا که این کارهای شگفتانگیز رو در روم کردن، اینا که آثار مدنیت جهان رو ساختن، اینا برده بودن همه. دوست عزیز، خب دیوار چین را پدران برده من والا بردن و هر که نتوانست سنگینی سنگ های عظیم را تاب بیاورد و در هم شکست در گرز دیوار گذاشته شد، دیوار چین و همه دیوارها و بناها و آثار عظیم تمدن بشری این چنین به وجود آمد. بله، از خون اجداد من دیدم تمدن یعنی دشنام، یعنی نفرت، یعنی کینه، یعنی آثار ستم هزاران سال برگرده و پشت اجداد من. در میان انبوه دخمه ها نشستم و دیدم چنان است که پنداری همه اونها که در دل دخمه ها خفتند برادران من هست. به اقامتگاه هم بازگشتم و به برادری از گروه بیشمار بردگان نامه ای نوشتم و اون چرا که در عرض 5000 سال به ما رفته بود برای شرح دادم. 5000 سالی که اون نبوده است، اما بردگی و برده در شکل‌های مختلفش بوده است. خود دوست عزیز، شما می اومدی یه نقدی بر اسلام می کردی و برد فروشی در اسلام، قربانت کردم من پیغمبری نمی شناسم که به بردگی امر کرده باشد جز اون آیین و دینی که شما براش دارین سینه چاک می کنین. آقای شریعتی، هیچ کدام آثار عظیم جهان رو برده نساخته. در روزگار خودش اسلام بزرگترین برده فروش بوده، به مدت قریب 1000 سال این برده فروشی بلکه بیشتر ادامه داشته، امروز هم هست. امروز هم برادران مسلمان داعشی ما اسیر میکنن، برده میفروشن برابر دستور قرآن کریم و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. تو خلاصه یک مش مقالطه تا آخر. بله، خب و اینجا بعد زده به اسلام، میگوید که اما برادر، ناگهان خبر یافتیم که مردی از کوه فرود آمده است و در کنار معبدی فریاد زده است که من از جانب خدا آمدم. حالا همه اینا رو گفت که بله بله، حالا میخواد عرض کنم که اسلام چیز و من باز بر خود لرزیدم که باز فریبی تازه برای ستمی تازه، اما چون زبان به گفتن گشود باورم نشد. من از جانب خدا آمدم که خدا اراده کرده است تا بر همه بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنان را پیشوایان جهان و وارثان زمین قرار دهد. شگفتا چگونه است که خدا با بردگان و بیچارگان سخن میگوید و به آنها مژده نجات و نوید رهبری و وراثت بر زمین میدهد. باورم نشد. گفتم او نیز همچون پیامبران دیگر در ایران و چین و هند شاهزاده است که به نبوت مبعوث شده است تا به قدرتمندی هم با قدرتمندی هم پیمان شود و قدرتی تازه بیافریند. گفتن نه، یتیمی بوده است و همه او را دیدند که در پشت همین کوه گوسفندان را میچرانیده است. گفتم عجبا، چگونه است که خداوند فرستادهش را از میان چوپانان برگزیده؟ گفتند او آخرین حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه رسولان چوپان از شوق یا از حراسی گنگ بر خود می لرزیدم. خب اینجا نقطه گذاریش هم خیلی خرابه که برای نخستین بار از میان ما پیغمبری برخواسته است و او ایمان آوردم، چرا که همه برادران را گرد او دیدم. بلال برده بردزاده از پدر و مادری بیگانه از حبشه، سلمان آواره به برده گرفته شده از ایران، ابوذر فقیر درمانده گمنامی از صحرا، غلام و زن نمکی این بیگانه ارزان قیمت برده سیاه‌پوست اکنون پیشوای همه یاران او شده است. باور کردم و ایمان آوردم، چرا که کاخش چند اتاق گلی بود که خود در گل خاک کشیدن شرکت کرده بود و بارگاه و تختش. مرد حسابی، اگر اینا میتوانستن پدر جان کاخ میساخت اون مدینه کذا و کذای
بیابانی جز خانه گلی که چیزی نبود. و عجبا که این آقای شریعتی که بسیار 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 آثار کارهای زیان بخش بوده برای این جامعه، اشاره ای نمی کند که چند صد هزار مردمان بیگناه که سرشون به کار خودشون بند بود که تا پشت بستن و بردن به مدینه، اونجا فروختن. بزرگترین محل برده فروشی مدینه بوده، مدینه منوره، و این ادامه داشت. از کردم خدمتون وقتی که بردگی ملغا شد، سفیر انگلیس آمده و به حاجی میرزا آقاسی که نخست وزیر محمد شاه بوده گفته آقا ما بردگی رو لغو کردیم، کشتی های جنگی ما جلو کشتی های برده فروشی رو میگیره، غیر قانونی شده. گفتن ما اسلام عزیز رو میخواهیم درخشان کنیم و تعدادش زیاد کنیم، ما باید برده فروشی بکنیم، از آفریقا میآوریم میفروشیم و فلان. گفت که شما پس اون دینتون این رو گفته، لطفا از طریق خشکی برده فروشی کنیم، از طریق دریا یه کار ممنوع شده است. این آقا بزرگترین مغالطه کار عصر اخیر هست و در کتاب مغالطات یک چپتر مهمی به فرمایشات ایشان اختصاص داده خواهد شد که این مرد چگونه آمد با زبان آوری از فضای تاریکی که عرض کنم کسی جرأت بیان نداشت و برای او باز گذاشته بودند، بر اثر یک تز احمقانه که بچه های جوان دارن کمونیست میشوند، این آقا حداقل اینها رو به اسلام میاره. این اسلام که یک مرده نم کرده بود زیر خاک رو دوباره این آقا زنده کرد و دانشگاه روانه ساخت و بعد هم بقیهش هم شما میدانید. فکر کنم وقت ما هم تمام شد. از شما سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم که روز یک شنبه از ساعت 4 تا 7 در مریوت هتل خواهیم بود در 2900 برایر پارک درایو در هیوستن تگزاس. تلفن 832-87-78-111. از سفر گرامی سپاسگزارم و از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تو برنامه دیگر درود بر شما. جاوید یاسمین زنده باد استاد.